به نام خدا و با سلام و درود به بینندگان عزیزم در سرتاسر جهان. ایشالا که شاد و سلامت باشید. من هنوز در ایران هستم، با پوزش از اینکه جلو دوربین نیومدم امکان نورپردازی ندارم. خب میخوام درباره این جریان فوتبال و تیم ملی و اینا صحبت کنم، با اینکه کل این فوتبال و تیم ملی و اصلا داستان فوتبال جهانی واقعا چیزی نیستش که من بهش علاقه من باشم، برای اینکه یک جریان مافیایی پشت این فوتبال هست. خود اون سازمان فیفا که یه جریان مافیایی هستش، یه جریان شیطانی مافیایی هست و اینا پول کلون میسازن و میان در واقع یه افرادی رو که حالا دوست دارن دنبال توپ و دوان اینا رو میان حمایتشون میکنن و خب از قبل همین جریان فوتبال و فوتبالیست و فوتبالیزم پولهای کلون به جیب میزنن و جریانهای سیاسی هم پشتش هست. حالا جریان سیاسی چیه؟ الان یادتون هستش که سه ماه پیش اینطوری شدش که برخی از بانوان رو تو استادیوم فوتبال در مشهد راه ندادن و اومدن یه علم شنگه ازش ساختن. حالا من اصلا نمیدونم که چه اهمیتی داره که زنان رو اونجا راه ندادن، یعنی اگر این بانوان ایرانی نمیرفتن فوتبال رو نگاه کنن دیگه چی میگن آخر قیامت بودش. این رو واقعا من نمیفهمم چه حسنی هستش که زنها برن توی یه فضای خیلی خیلی مردونه و یه فضایی که پر از فوش و جیغ و داد و نمیدونم این چیزا هست. خب اینا رو مثل این که یه خورده اشتباه گرفتن، آزادی رو با یه جریانهای فمینیستی و این چیزا اینا عوضی گرفتن. حالا در هر صورت میخوام بگم که فوتبال یکی از اون ابزاری هست که بسیاری از جوونا میرن توی این ورزشگاه های حالا 100,000 نفری نمیدونم هرچی میرن فوتبال نگاه میکنن، میرن جیغ میزنن، داد میزنن، از یه گروهی حمایت میکنن و مقدار زیادی از این میخوام بگم تنش هایی که در داخلشون هست، برخیشون رو میگم یا بسیاریشون، با اون جیغ و داد و اینا رها میشه، ریلیز میشه. خب مسئله و مشکلی هم با اون موضوع ندارم، چه بسا اون زن و دخترام که میخوام برن فوتبال نگاه کنن. همین موضوع است. من ورزش رو دوست دارم، ورزش هایی که عقلانیت درش هست، ورزش هایی که به سلامت انسان ها ضرر و زیان نمیزنه. مثلا من یکی از اون مخالفان ورزش بوکس هستم که همه اینایی که بوکسورن توی سن نمیدونم 40 سالگی اینا که میرسن همشون در واقع اختلالات روانی پیدا میکنن و مغزشون تکون خورده و مشکلات عدیده. برخی از ورزش های خیلی افراطی نمیدونم از رو صخره پریدن و این چیزا که باعث میشه زانوها و نمیدونم مچ و پا و تمام اینا آسیب ببینه، من مخالف این ورزش ها هستم. ورزش های بسیار زیبا داشتیم، چوگان خودمون در زمان گذشته، ورزش های باستانی خودمون، زورخونه، واقعا ورزش، واقعا عربیکم از اینا گرفتن. حالا بگذاریم از اینها، من میخوام برم درباره این صحبت کنم که چرا اومدن آقایی که مربی تیم ملی ما بود دراگون اسکوچیچ رو عوض کردن، به اصطلاح میخوان عوضش کنن و آقای کارلوس کیروش رو برگردونن اینجا. خب میریم و یک کلیپی رو میبینیم اینجا با هم دیگه از آقای علی پروین، بریم ببینیم که ایشون چی میگه در این باره. خب من این رو پخش میکنم ببینیم که نظر ایشون. بعد از قطعی شدن تغییرات نیمکت تیم ملی فوتبال به سراغ سرمربی اسبق این تیم رفتیم و نظرش رو در این خصوص پرسیدیم. به نظر من اینجا جا داره بگم که خیلی بی‌معرفتی کردن در حقی مربی که اومد یه امتیاز از دست میداد تیم میرم میافتاد، 14 تا بازی مساوی برد داشت، با یه بازی اینجوری میرزن سرش برش دارن. خب ببینین اینجا میگن که مرام و معرفت نیستش. خب این مربی آقای دراگون اسکوچیچ اسمش هم یه خورده سخته میخوان عوضش کنن برای اینکه حالا تو یه دونه مسابقه زیاد موفق نبوده. خب
اینجاست که یک جریان مافیایی پشت این موضوع هست. حالا میگم چرا. معتقد دو دستگی در تیم ملی باعث تغییرات شده. اگه قرارش بازیکن انتخاب کنه مربی رو، بعد اون تیم ملی فاتحشه بخونی. به نظرتون این اتفاقاتی که افتاده در من یادمه که از روز اولی که فوتبال رو شروع کردم گفتم اگه یه چوبم گذاشتم بالا سرش به عنوان مربی بعدش حمایت کنه. بعد الان من... خب ببینید آقای پروین میگه که هر کسی رو به عنوان مربی میگذاشتن من حرفی نمیزدم، از اون اطاعت میکردم. حالا چی شده که برخی از این بازیگران تصمیم گیرنده شدن که برای بقیه بازیگرا یا دوتاشون رفتن اینجا خودشیرینی کردن و دارن کارایی میکنن که نباید بکنن؟ دو نفر از این بازیگران رفتن با نمایندگان مجلس صحبت کردن و زیراب این آقای سکوچیچ رو زدن. مثلا فوتبالیست بیاد تصمیم بگیره یا من اینو نمیخوام، من اینو میخوام، بعد گوش بدیم به حرفش. از نظر سرمربی اسبق تیم ملی این تیم با کیروش هم در جام جهانی موفق نیست. الان آقای کیروش بهترین مربی دنیا، چی کار میتونه جام جهانی بکنه؟ یعنی این تیم رو قهرمان میکنه که آقای تاج این تصمیم رو گرفته؟ شما مخالفید بازی بایی که ما 100% مخالفید. پیشبینیتون چی از جام جهانی با این اتفاقات رو میگم دیگه؟ چهارم میشید، چهارم داشته باش، بدتر از همه سالا. البته ایشالله که تیم ملی موفق بشه، ما نمیگیم مثلا، ولی با این شرایط، با این دعوا و مرافع ها، خدا بخیر، خدا بخیر بیزرونه. ایشالله که موفق بشه. حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما. خب من اینو در اینجا متوقفش میکنم. ببینین داستان اینه که الان همون فیفای مافیایی اومده گفته که آره این بانوانی که میخواستن برن تو ورزشگاه در مشهد اینا رو جلوشون رو گرفتن، الان باید بیان تیم فوتبال ایران یا مسئولین ایرانی باید بیان پاسخگو باشن، اگر پاسخ درستی نداشته باشن ما تیم ملی فوتبال ایران رو حذف میکنیم از مسابقات قطر. حالا شما ببینین این جریان چقدر فاسده. این فیفا اصلا این یه چیزی هستش داخلی، به شما چه مربوط؟ شما مگه فضولین در ایران چیکار میکنن؟ به شما چه ربطی داره؟ پس بدونین که این یه جریان فاسد مافیایی فرقه‌ای هستش این فیفا، و خب اینا همشون علیه ایران هست. حالا من اگر که واقعا جای دولت ایران بودم، جای ایران بودم، مسئول ایرانی بودم، اصلا شرکت نمی کردم که بخوام که اونا بخوام بیان منو بازپرسی بکنن، بازخواست بکنن و این داستانا آبروریزی در بیاد. یعنی در واقع وچه ایران فراسوی این چیزاست که یه فیفای فکستانی بخواد بیاد ایران رو پاسخگو بکنه برای چیزایی که این موضوعای داخلیه. اصلا اونا شکر زیادی میخورن که دخالت میکنه، اصلا ربطی به اونا نداره. مگر اونا میرن بپرسن از اون اشغالگران که در فلسطین چی کار میکنن یا چه بلایی سر اون فلسطینی ها میارن یا تمام جنایت هایی رو که دارن میکنن؟ این همه دست خودشونه، فیفا دست خود هموناست. و حالا چرا میخوان کیروش رو دوباره بیارن؟ کیروش حقوقای نجومی میگرفت و دلارهای زیادی رو میگرفت، نمیدونم چه واقعا در درآمد نجومی داشت این بند خدا درگان اسکوچیچ. تا جایی که من متوجه شدم با یه حقوق نسبتاً خیلی کمتر، به مراتب کمتر از اون آقای کارلوس کیروش، تیم ملی ایران رو به موفقیت های زیادی رسونده. حالا من اونا رو دیگه الان اینجا نمیخوام اسم بیارم و چیز که علاقه زیادی هم واقعا ندارم به این موضوع، ولی میخوام بگم بدونین یه جریان سیاسی پشت این هست و یه کسانی هستن در داخل که دارن خرابکاری میکنن و در واقع دارن، حالا یه تعدادی از جوان ها دل بستن به این فوتبال، میخوان کاری بکنن که ایران از این مسابقات حذف بشه. اینا تمام یک جریان های صهیونیستی هست، یک جریان های خائن فاسد هست. اصلا چرا دوتا فوتبالیست اجازه داشته باشن که بخوام برن مخ و مغز نماینده مجلس رو بزنن که اونا دخالت بکنن، که بخوام برن این آقای سکوچیچ رو برکنار بکنن، آقای کیروش رو بیارن؟ خب اینا چیزایی هستش که در صورت مسئولین ما باید
حواسشون جمع باشه و دخالت بکنن و نگذارن که چنین چیزایی اتفاق بیفته. حالا ما با یک سازمان مافیایی روبرو هستیم و متاسفانه مخ و مغز جوانای ما رو زدن و فوتبال هم یه نقطه عطفی است برای بسیاری از جوانا. من مشکلی با اون ندارم. حالا فوتبال هم یه ورزش خطرناک نیست به اون صورت، گرچه فوتبالیستا هم خیلی زانوهاشون همه دچار مشکل و مسئله میشه در سنین پایین، ولی به اندازه ورزش‌های دیگه خطرناک نیست و یه سرگرمی هم هست برای جوانا، من اونو میفهمم. ولی بدونین که بازی فوتبال یه جریان مافیایی هست، همونقدر که فوتبال مافیایی هست بسکتبال در آمریکا همینطوره. واقعا فاسد فضای پشت صحنه که آدم بخواد ورود بکنه کلش سود میکشه. در هر صورت من به آقای علی پروین که هم اسم من هستن در واقع حق میدم که از این موضوع برانگیخته باشن و ناراحت باشن. من با ایشون موافق هستم. هیچ موردی نمیبینم که یک مربی تیم ملی که پرونده خوبی داره، پرونده شایانی داره، برای یک چه میدونم یک ناموفقی اون رو برکنار کنم و یک کسی دیگه که درآمده یا هزینه های نجومی برای ایران داره اونم در این شرایط، خب این جریان قشنگی نیست. لطفاً عضو کانالا بشین، لایک رو پسند رو فشار بدین، به اشتراک بگذارین، نظرتون رو هم بنویسین، خوشحال میشم. با عشق بر عاشقان ایران، خدا نگهدارتون.